بله، دوباره برگشتیم و بانو مروه امینی همین لحظه همراه ما هستن. خب بعد از سلام احوالپرسی که چند لحظه پیش همراه هم داشتیم، بپردازیم به سوالاتی که از بانو مروه امینی داریم. دیدگاه کلی تان رو میخوایم در نخست در رابطه با ست نو ما همراه ما بینه دایما داشته باشیم. یک ست کاملا چی میگن نمو ذوق دخترانه که بسیار به ظرافت جور میشه، یک ست بسیار ظریف و مقبول است و طبیعی است که انسان ها نیاز به تغییر دارن بعضی وقتا. شما هم حتما بسیار خوشحال هستین از اینکه ست تغییر کرده و هموطنای ما همچنان. هرچند من همیشه یاد کردیم و یک بار در برنامه وقتی آمده بودم به شما هم گفتم که بسیارم تو مجریای خوشتب و تر و تازه هستین و به همون دلیل بیننده هایتان هم زیاد است و آدم لذت میبره وقتی هم همراهتان در جریان برنامه میباشه و هم بیرون از برنامه. محتوای برنامه تان صحبت ها بسیار مهم است، چون همه هموطنان ما در جریان هستند که رسانه نام خدا بسیار زیاد است، اما تغییر در برنامه و اینکه توجه جلب بکنیم و بخواهیم که بیننده همیشه با ما باشه کار بس ساده شواری است که من بر همه شما مبارک باد میگم که همیشه باشی. تلاش کرده این کار را به گونه بسیار خوبش پیش ببرین. محتوای برنامه تان بسیار مهم است که همیشه خواستین از بود مثبتش صحبت بکنین، چون هموطنای ما فکر میکنم دیگه خسته شدن از خبرهای منفی، از اینکه بپردازن به موضوعاتی که خوشایند نیست برشون و او زمان نیاز دارن برخی کارهای مثبتی که در افغانستان صورت میگیره از او هم با خبری بر از اونها رسانده شود که برنامه شما یکی از بازتاب دهنده های خبرهای مثبت قربان شما سلامت باشین. باز شما ست ما رو تبریک دادیم، ما فراغت شما رو تبریک میگیم. تشکر، سلامت باشین. در صفحات اجتماعی دیدیم و خیلی دست به دست شد این خبر رو. بسیار از هموطنان عزیز ما خوش بودن، از شما راضی بودن، شما رو خیلی دوست داشتن، برتان تبریکی دادن و بیشتر هم برای کسایی که بیننده بودن تبریکی دادم، حتی به شما هم تبریکی دادیم، نامتان گرفتیم و رستم هم دیگه به شما تبریکی داد. خب واقعا چقدر تاثیرگذار بوده برای خودتان روزهایی که شما کار کردین، روزهای مناسبتی هم رفتین کار کردین، پلان هایی داشتین، برنامه هایی داشتین، این چقدر به نظر خودتان کارهایتان تاثیرگذار بوده، چقدر راضی بودین، چقدر که آمدید به برنامه صبح و زندگی اطلاع رسانی کردین به مردم، چقدر فکر میکنین تاثیرگذار بوده و همون دید واقعیتون همراه ما شریک بسازین که واقعا وقتمون نیاز داریم که دیدگاه خود برای مردم انتقال بده و به خاطر انتقال از این نیاز به یک برنامه داریم که بیشتر از هموطنان ما بیننده ای از او باشند. و هر زمانی که مثلا در روزهای مناسبتی که شما نامش گرفتین که نیروهای امنیتی ما در سراسر کشور مصروف تامین امنیت جان مردم افغانستان هستن و او زمان نیاز است که ما برای مردم اطلاع رسانی بکنیم و برشان بگوییم که دلتان جمع باشه، به خاطر آرام به کارهای روزمریتان بپردازین. هستن نگهداران شما در سراسر کشور که از شما نگهداری میکنن و تامین امنیت میکنن و او زمانی است که شما حمایت بسیار خوب میکنین، دقیقا یعنی به نمایندگی از نیروهای امنیتی باید از شما تشکری هم بکنم که حمایت بسیار عالی داشتین همیشه. سربازای ما شما ای را میفهمین که به روزها هفته ها و ماه ها به خانه های خود بر نمیگردن، خانواده خود را نمیبینن و بسیار دور میمانن از فضایی که ما انسان ها بر از اونا محبت میتیم. در خط اول جنگ هستن، هرچند پلیس نباید جنگ میکرد، در کشورهای دیگه پلیس جنگ نمیکنند، مصروف تامین نظم و امنیت مردم و شهر است، اما ما در یک حالت اضطراری هستیم و میجنگند و اکثرا نیاز به یک حمایت بسیار کوچک دارن که شاید هم در نظر هیچ کدام ما نبیه، اما بر از اونا بسیار روحیه میده. برنامه هایی که شما میگیرین و اکثرا صحبتی که در مورد سربازای ما میشه بسیار روحیه دهی مثبت است برای اونا و میشه میبینم که اونا تعریف میکنن و بعد میبینم یک تشویق بسیار کوچک خوشحال شدن و روحیه گرفتن و دوباره امیدوار شدن و رفتن به خط اول جنگ و جنگیدن و با دستاورد دوباره برگشتن. ای از یکی از نکات مثبت برنامه شما هست و در کل از همکاران رسانه‌ای ما با ما همکار هستند، کال دیگرش گله نکنه که ما را چرا یاد نکرده. یا مثلا روز سرباز شما به گونه بسیار متفاوتش گرفته بودین که من شاهدش بودم و سپاسگزارش هم هستم. سلامت باشین. وظیفه ما از ما به نظر ما هیچ کاری نکردیم. نه خیلی حفیظ امیری هم تهیه کننده برنامه صبح زندگی هم از شما همین لحظه تشکری میکنن از اینکه میگن همکار همیشگی برنامه بودین. یعنی هر وقتی ما شما را دعوت کردیم شما خودتان را به برنامه رساندین، اومدین، صحبتایی داشتین و نیروی امنیتی ما را شما پیشتر اشاره کردین. واقعا افتخار ما هستن، هر جایی که هستن ما دوستشان داریم، برشان احترام میمونیم و تلاش بری داریم که بتونیم حداقل برای همه بفهمونیم که نیروی امنیتی ما امروز هستن که اونا به سر خط جنگ میرن، جان خودشان دست میدن، سالیان سال حتی ماها از خانواده دور میباشن به خاطر حفظ جان و مال ما همچنان میکشن و در سرخط جنگ هستن اونجا و شاید خیلی مدت ها هم شده باشه همین اصلا فامیل خود حتی ندیده باشن. از طرح قبلی برنامه کمی بیاین بگوین که چند وقت پیش هم شما مهمان ما بودین، حتی در روزهای عید می اومدین، از کدام بخش برنامه زیاد لذت میبرین و دوست داشتین برنامه را؟ برنامه تان در کل متفاوت است و بسیار عالی است، اما
یک سری از بخش‌های برنامه میباشه که هموطنان ما او را دوست دارند و او جوابدهی مقامات و موضوعاتی است که همیشه قابل دسترس نیستند. او بخش جالب است برای همگی و بخشی که همکار شما میره با بیرون گزارش تهیه میکنه. همایون افغان یکی از کسایی است که با سگمنتایش همگی تعقیب میکنه به دلیلی که ما میخواهیم از وضعیت شهر و بازار و کوچه با خبر باشیم که دیدگاه مردم در مورد بعضی از موضوعات چی است و همیشه تعقیبش میکنیم و اکثرا پیامای بسیار مثبت داشته. دست به دست شده بین مردم. مردم از او راضی بودن و خیلی هم موفق است سوژه‌یابی که صورت میگیره. حالا من دقیق نمیفهمم که فکر کیست، اما خیلی عالی است و هر کدام از شما یک کدر هستین بر افغانستان. بودنتان برای ما یک افتخار بسیار بزرگ است. صحبتهایتان من قبلا هم یادآوری کردم که بسیار سخت است که شما بیننده را به طور دوامدار با خودتان نگاه بکنین، چون ما در یک عصر تکنولوژی هستیم، امکانات زیاد است، مردم خیلی دوست دارن زود تغییر دوست دارن که چیزهای متفاوت را دنبال بکنن، اما 3 ساعت یا 2 ساعت یا 1 ساعت یک کسی را پای تلویزیون شاندن و او را متوجه خودش ساختن کار سختی است که نام خدا بسیار موفق بوده. زنده و سلامت باشین. تشکر. در رابطه با سوژه و همچنان موضوعاتی گفتین که همکار ما افغان انتخاب میکنه میره گزارش میداشته باشه. حفیظ جان در این راستا خیلی کوشش میکنن، خود افغان تلاش بری داره که بتونه بهترین گزارش ها را داشته باشه و موضوعاتی که ما روزانه در برنامه داریم همگی دیگه این مشکلات و این جنجالات دیگه به گردن تهیه کننده برنامه باشه. وقتی کار تیم ورک میباشه بعد هر کدام ما مسئولیت یکدیگر به عهده میگیریم و کمک و همکاری میکنیم و مو است که در آخر نتیجه خوب می داشته. سلامت باشین. تشکر. خب دیگه کسایی هستن در پشت صحنه که در صحنه نیستن، دیده نمیشن و همگی فکر میکنن تمام کارها را ما و رستم انجام میدیم، ولی ما یک تیم هستیم، کسی هستیم دقیقا. که میخوایم در کنار همدیگر یک برنامه خوب داشته باشیم و شاید بیشتر از ما کسایی که در پشت صحنه هستن زیادتر زحمت بکشن. تهیه کننده برنامه، کارگردان برنامه، کسایی که در کمره هستن، کسایی که در ساوند هستن، در لایت هستن، در کارشون به مراتب سخت‌تر از تکس و بعضی مسائل واقعا کارشون به مراتب سخت‌تر از ما هست. ما فقط اینجا نشستیم چیزایی که واقعا هست در جامعه بیان میکنیم و صحبت میکنیم، ولی کارهای عملی و کارهای سخت کسایی انجام میدن که در پشت صحنه هستن. یک زمانی شما هم نطاق بودین. بله. از اون زمان بگوین، از اون زمان بگوین که همون لحظه فکر میکردین کار سخت شما زیادتر انجام میتین یا کسایی که در پشت صحنه بوده، خودتان همون لحظه در صحنه چگونه باز احساس میکردین؟ من اتفاقا خودم گرداننده برنامه صبح بودم. یگانه کاری که بسیار بر من سخت بود بیدار شدن از خواب و هر روزی که دغدغه ای که چی باید بپوشم یک کار بسیار سخت بود برای من. ما فکر میکنم این مشکل مشترک همه دخترایی است که در صحنه کار میکنن. حفیظ جانم میگه همین لحظه معلوم میشه که همون خسته و بینور و بینمک آمدید. نه اتفاقا جایی که من کار میکنم ایجاب میکنه که باید همین گونه باید باشم. فیشن کم باشه. دقیقا. شوخی کردم. اما دشواری های خودت داشت به طور دوامدار بدون رخصتی، بدون وقفه در خدمت هموطنان ما قرار گرفتن. مثل ما که هر روز. بدون شک. من بسیار خوب درک میکنم که بعضی وقتا آدم حس خستگی میکنه. بله. مجری بودن خوبی های خودش هم داره. در بین مردم بودن، مردم تو رو میشناسن، مردم دوستت دارن، تشویقت میکنن، یک کار بسیار عادی تا بسیار خوب جلوه میتن، یه از نکات مثبتش است. اما بعضی وقتا برای دختر خانم ها مخصوصا که در افغانستان کار میکنن روی صحنه مشکلاتی هم پیش میه، از هم نباید چشم پوشی بکنیم و باور بکنین که اکثرا میگم خب ما دو نوع نیرو داریم که یکی میجنگه با مخالفین حکومت، یکی ماهایی هستیم که میجنگیم با افکار مردم افغانستان و این راه باز کردن برای دیگه دختر خانمایی است که چشم امیدشان به طرف ما و شما است که ببینن ما چی کار میکنیم. او زمان برای من خاطره بسیار خوش بود، حداقل آغاز کار ما بود و راه را باز کرد برای پیشرفتای بسیار خوب دیگه ما و به همو چون من اونجا بسیار خوب درک میکردم که میمان ست کردن چقدر کار سخت است، برنامه پیش بردن چقدر کار سخت است، به همو دلیل وقتی بر من زنگ میاد بسیار زود اوکیش میکنم و ستم میکنم و بعد خلافی هم نمیکنم. بله دقیقاً. بگن از کسایی که تجربه دارن در هر راستا بری بپرسی، از تجربهش بگن، میتونیم ما هم یک درسی بگیریم و او زمان شما درک کردین که این زمان خودتان رو میرسارین به کسایی که واقعا در رسانه کار میکنن و میخواین که صحبتایتون داشته باشین. خب حالا امروز هم دیگه به طرف دفتر میمدم، خیلی از چک پوینت ها صورت میگرفت، تمام موتورا رو استاد میکردن، تلاشی بود و این گپا خیلی سختگیری شده بود. حتی یک مسیری که 5 دقیقه شد تا دفتر بر مسافه باشه،
کدام خبری بود، کدام گپ خاص بود، کدام مشکل خود نبود؟ خب نیروهای امنیتی ما به مراتب نسبت به گذشته میخواین تامین امنیت بهتر و خوبتر صورت بگیره. کاهش جرایم جنایی که یکی از دغدغه مردم افغانستان در وضعیت فعلی شده، این یکی از کارهایی است که ما به گونه‌ای بسیار جدی روش کار میکنیم. ما تانستیم در می 6 ماه گذشته 45% جرایم جنایی را کاهش بدیم و دلیلش همی بود که موترهای فاقد اسناد، بی اسناد، موترهایی که اسنادشان جعلی بود و موترهای شاسیا ایره استاد بکنیم، اسنادشان با چک شوه و سلاح غیر قانونی که بسیار زیاد شده بود و هموطنای ما شما باور بکنید بعضی وقتا در یک جای فایر میشه، هموطنای ما فکر میکنن جنگ جریان داره، بعد میریم میبینیم که یک کسی خانش عروسی است، یک کسی خانش یک تفلک به دنیا آمده، بعد میبینیم فایر هوایی میکنه. خب طبیعی است هر انسان حق داره خوشی خود را جشن بگیره، اما جشن گرفتن در وضعیت فعلی و با فایر کردن یک کار بسیار نادرست است که مردم نگرانش میشن. و به خاطر جمع‌آوری همی سلاح و موترهای غیر قانونی نیروهای امنیتی ما دیگه دسته یکی کردن و برآمدن که جلو همچون کارا گرفته شود، چون ما وقتی موتر ما قانونی باشه، سلاح ما قانونی باشه. درست است که ما بعضی هموطنان ما مشکل دارن، سلاح که اونا میخواین باید قانونی شوه، غیر قانونیش باز مشکل به وجود میاره. حداقل از قانونیش ما میتونیم یک پرسان بکنیم در آخر قضیه، یک کسی مسئولیتش بگیره به عهده و ما بر ما پاسخگو باشه، اما اگر غیر قانونی باشه بر ما دشوار میشه پیدا کردنشام. به او دلیل به خاطر تامین امنیت بهتر مردم افغانستان شب و روز تلاش میکنن. ما امیدوار هستم که همونطور که موفق بودن موفق باشن. سلامت باشین، تشکر، واقعا صحبت خوبی داشتین. از این به بعد هم همکار ما باشین در برنامه. حتما. و در اخیر هم اگر کدام گفتنی باقی مانده باشه صحبتایتون رو می‌خوایم داشته باشیم. و بازم حفیظ جان همکار ما پشت صحنه همگی فارغ شدن شما را تبریک میگن، از دانشگاه فارغ شدین تبریک میگم و پیشترم بر شما تبریک دادم و رشته‌ای که شما فارغ شدین میشه که خدا اوتاران ولی. بسیار عالی، بسیار عالی. مبارک باشه، بسیار زیاد انشاءالله در زندگیتان همچنان پیشرفت کنید. قربانتان، سلامت باشید. تشکر میکنم از وظیفه گذشته به نمایندگی از مردم افغانستان سپاسگزارتان هستم بابت همه زحماتی که بر مردم افغانستان میکشین، همه روزه در خدمتشان هستین. خداوند اجرش نصیبتان بکنه و سلامت. تشکر میکنیم از اینکه خستگی ناپذیر میایین هر روز و میخواین لبخند را بر لبای مردم افغانستان بیارید. خسته نباشین و همونطور صحتمند و سرحال باشین. شما هم خسته نباشین، همچنان شما هم صحتمند و سرحال باشین. سلامت. تشکر. سپاس از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودین. همچنان ما را تنها نگذارید و بیننده برنامه باشید. چند قطعه کوتاه از ست قبلی و طرح قبلی برنامه صبح و زندگی از پشت صحنه بر شما عزیزان آماده کردیم، میبینیم و در ادامه هم با حبیب ناظم با تازه‌ای از دنیای سینما همراه باشید. تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین. اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نمایین. اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نمایین. و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویزیون بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنید.